چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، خوش اومدیم به برنامه مستی و راستی. من رام هستم و هنوز مست نشدم، درینکمو تازه سفارش دادم و یه دوتا قرص داونر خوردم که ذره آروم بگیرم. الان از صدای این بک‌گراند نویز فکر کنم متوجه شدین من الان توی فرودگاهم. اومدم نشستم اینجا، هنوز یک دو ساعت به پروازم مونده، گفتم چه کاری بهتر از اینکه بشینم یه اپیزود دیگه براتون ضبط کنم. اول از همه میخواستم اینو بگم که واقعا دمتون گرم، فیدبک ها خیلی باحال بوده، خیلی زیاد بوده، خیلی بیشتر از اونی که واقعا فکر میکردم و چند تا چیزای منفی هم بوده که همین الان میخوام تمام بهش اشاره کنم. اول از همه من همیشه اشاره میکنم که این برنامه برای 18 سال به بالاست، برای همین اگه زیر 18 ساله یا یه مام بابایی دارین رو گوش میکنه، لطفا با هماهنگی اونا گوش کنید این برنامه رو. مهمتر از اون، من نمیخوام یه برداشت اشتباه و غلطی بشه از تجربه ها و ادونچرهای من، به خصوص در مورد دراگ یا چیزهای دیگه. من خیلی اتفاقا آگاه هستم که چقدر دراگ و مشروب و اینجور چیزها چقدر میتونه زندگی آدم رو نابود بکنه و دوست ندارم کسی الهام غلط بگیره که کرونا over here. Thank you. Cheers. Thank you. خب اینم از شات کرونا و بربنم و دیدم همه فاز کرونا دارن و یه ذره میترسن که ممکنه که مریض شن، هم بهتره کرونا سفارش بدم. خلاصه داشتم میگفتم و امیدوارم صدای خوب این پادکست خوب در بیاد، چون سر صدا دور و برم خیلی زیاده، هم دارن نگاه میکنم این یارو خلوچل کیه، هدفون تو گوشش و یه میکروفون گنده کرده تو دهنش. ولی داشتم اینو میگفتم که نمیخوام بچه ها برداشت غلطی بکنن از این داستان ها و الهام بگیرن که برندی کسخل بازی خودشون در بیارن. من دوست دارم همه برن تجربه های جالبی بکنن و زندگی خودشون رو بکنن، ولی اگر 1% هم دوست دارن یه تجربه جدیدی بکنن، لطفاً با آگاهی تمام باشه، نه همینجوری خرکی و چه میدونم، یعنی بدون مسئولیت. اگر داری چیزی میگیری از یه جای مطمئن بخری، از آدم آشنا یا از این حرفا، حتی اگه میشه من برای مام باباها پیشنهاد و نصیحتی که دارم اینه که لطفا با بچهاتون در میون بذارین این چیزا رو، انقدر کورکورانه به همه چیز نگاه نکنید، اینجوری که فکر میکنیم که اصلا همه بچه ها همونجور که قبلا گفتم انگار فرشتن و هیچ گناهی نمی کنن. اتفاقا 99% بچه هایی که من میشناسم همهشون دارن یه جور خرابکاری میکنن. اصلا قضیه بچه بودن اینه و هرچی زودتر بزرگ بشن آگاه بشن که چه خبر دور برشون، به نظر من احتمال سروایورشون هم بالاتر میره و این به تربیت خیلی ربط داره. همونطور که تعریف کردم، مثلا اولین جوینت زندگیم بابام بهم داد و گفت همیشه تعادل داشته باش و میتونی لذت همه چی رو ببری. این تعادل خیلی نکته مهمیه، گفتنش راحته ولی تو عمل خب بعضی وقت سخت‌تر میشه. فکر میکنم که یه دوستی هم بود، فکرم پرستار بود تو بیمارستان، که برام یه پیغام فرستاد با فحش خواهر مادر که من هر روز دارم میبینم که این سایکدلیک چی کار میکنه، آدم ها رو نابود میکنه و فلان تو بیمارستان. خب تحقیقات و ریسرچ اگه برین بخونید اتفاقا برعکس اینه.
الان توی آمریکا و کانادا و اروپا خیلی دارن درمانگاه‌های را میندازن برای تریت کردن بیماری‌های مختلف مثل PTSD و بیماری روانی دیگه‌ای که با کمک تراپی سایکدلیک اتفاقا حل میکنن. و اتفاقا برادر من مهران اگه نمیدونستید اینو اصلا درسش الان اینه، داره درس این میخونه که درس شامان باشه، نه شامان بیابونی، داره در دانشگاه میره برای این درس که اصلا تراپی با سایکدلیکس به مردم کمک بکنه. و اتفاقا اون خیلی واردتر از منه تو این بحث، اصلا یه روز بود فقط اونو بیارم تو این برنامه مهمون باشم. من از اینم که هرچی میزنم سری قشنگ نابود میشم و میرم یه کهکشان دیگه. مهران مثل یه دونه مجسمه بودا همونجا میشینه، هر چی هم زده باشه اصلا انگار نه انگار یه تسلط عجیب غریبی داره روی خودش. حالا خوب یا بد نمیدونم، ولی اون خودش باید بیاد صحبت کنه در مورد این چیزا. ولی آره اینم غلط این حرف که آدم بگه که این چیزا همشون مضرن و بدن برای آدم. مشروب تو خیلی بدتر از همه این چیزاست، ولی آزاد همچنان تو دنیای غرب و کلی هم تلفات میده و باعث دعوا و خشونت توی خونه میشه و هزار تا چیز دیگه. به اون دوست پرستارم فقط اینو میخوام بگم که من حرفشون رو نفی نمی کنم. یعنی اگه شما پیشینه یک دونه مثلا مریضی بیماری مثل سکیزوفرنیا یا بوردرلاین پرسونالیتی اینجور چیزا داشته باشی، آره سایکدلیک ممکنه تشدید کنه این داستانو. بر همین توصیه نمیشه به اون آدما معمولا، ولی داره کلا در مورد این داستان ریسرچ زیادی میشه و آدم بهتره که تحقیقات درستی بکنه و الکی توی یه چارچوب خیلی سنتی نیفته که آقا همه دراگا بدن و همه چیز بده و فقط باید این کارو کرد و آدم سالم باشه. بگو دمتون گرم. اونایی که میرن هر روز ورزش میکنن، 5 صبح میدوئن و دمبل میزنم، من خیلی حسودی میشه بهتون. یعنی دروغ چرا، من عاشق اینم که برم قشنگ ورزش کنم خرکی. هر وقت شروع میکنم دویدن یه چند هفته یهو فازشو میگیرم، بعد یهو وسطش میگم بابا دیوونه ای چرا داری میدوی. هیچ وقت نتونستم اون کیف و اون حالیو که دوست دارم باهاش بکنم. دمبل زدنم همینطور، میرم اونجا میرم همه دارن همینجوری زور میزنن جلو آینه. میگم ایراد نمیگیرم، دارم از خودم ایراد میگیرم نه از بقیه. خودم یهو کف میکنم وسط دارم چیکار میکنم. در حالی که دارم دوست دارم که خوش هیکل باشم و سالم باشم و بیشتر عمر کنم، ولی همونقدر که دوست دارم خیلی زندگی سالم و ریلکسی داشته باشم، از اونورم خیلی هم کار خرکی رو دوست دارم، چون اون کارا بعضی وقتا بهم بیشتر احساس زنده بودن میکنه. ولی برمیگرده بحث به همون داستان تعادل و اینکه تعادل برای هر کسی چه تعریفی داره. و کلا نمیخوام همه فکر کنن این برنامه در مورد دراگ زدن یا همش چت بودن و از این حرف هاست. این برداشت نکنید. ما تا الان در مورد خیلی مبحث‌های مختلفی حرف خواهیم زد. کلی پیغام گرفتم که آقا در مورد چه میدونم عاشق شدن، در مورد بریک اپ، در مورد مذهب، در مورد سیاست و فرهنگ و فلان و که فکر میکنم برنامه‌های زیادی هستن که در مورد این چیزا هم حرف میزنن. من فقط سعی میکنم از یه بعد و زاویه دیگه به همه چیز نگاه کنم و در آینده مهمونایی هم که میارم اونام سعی کنن اینقدر راحت باشن که همونجوری که من هستم. حتی میذاره یه ترسی هم دارم تایی دلم که مهمونام وقتی که بیان تو این برنامه شاید جرأتی رو نداشته باشن که دقیقا اون حرف دلشون رو بزنن. و کلن اینم میخوام همه بچه ها بدونن که من الان زندگی ایدئال و خیلی خفنی هم نیست. یه تصویری از من نسازین و یه بوتی که آه واو این رام چه آدمی ها. واقعا بیشتر زندگیم کنم پاره شده. این 2 سالی که واقعا بعد از مرگ پدرم واقعا بگاه رفتیم. یعنی یه اتفاق بعد پشت اتفاق بعد بر اون افتاده بود. امروز باز نمیخوام تو دیتیل اون برم. اون یه روز چون اون خودش یه چند ساعت اون بس تمام اتفاقی که بر اون افتاده. من به موقعش که حال و حوصله داشتم میشینم در موردش حرف میزنم. ولی تو تمام اتفاقای خوشبختی که برام افتاده تو زندگیم کلی بدبختی هم داشتم و با افسردگی جنگیدم و هنوزم میجنگم. ولی فکر میکنم هممون همین داستانمون و یه چیز منحصر به فردی نیستش. و من فکر میکنم وقتی که ما این به یه قدرت به افسردگی رو میدیم که خیلی خاص و یونیکش میکنه که آقا وای فقط منم که این بدبختی میکشه و هیچ کی منو درک میکنه، اون خیلی غلطه. چون اولا خیلی آدم های دیگه هستن که دقیقا همونو درک میکنن و خیلی آدم ها هستن که میتونن تو رو کمک کنن.
مهمترین تجربه‌ای که همیشه من میگیرم تو اینجور موقع‌ها اینه که تنها نباشین، حتما ریچ اوت کنید، با یکی صحبت کنید. همین پیغام‌ها یه سری به من دادن که یکی فکر خودکشی کرده بود، حالا من در حد یه وایس براش گذاشتم، حالا بین خودمون بود اون وایس، هرچی براش گذاشتم که ذره احساس بهتری بکنه. ولی میدونی من واقعا هیچ کارم و دوست دارم همتون خوب و خوش باشین و هر کمکی بتونم در توانم میکنم، ولی به من نگاه نکنید به عنوان یه الگویی که میتونه مسائلتون رو حل کنه. نه، من یه آدم کسچتی هم که دارم پشت میکروفون فک میزنم و دارم فقط با شما تجربه ها و خاطراتم رو در میون میذارم و من فکر میکنم از توی این خاطره ها و تجربه ها شما با جمع‌بندی خودتون رو بکنید و ترجیحاً از اشتباه هم یاد بگیرید که خودتون توی همچین برهه‌ای نیفتین تو زندگیتون که الان من هستم. و من الان انقدر بدهی و بدبختی دارم که خودم موندم که شت، من چجوری همین بدهی رو میخوام پس بدم؟ هم یه شوام های کنسل میشن یا کرونا یا عقب میفته یا این میشه. البته اونا هم تقصیر نیستن، تقصیر خودم و تصمیمای بدی گرفتم تو زندگیم. ولی هر روز صبح میشم و باید با یه انگیزهی برم به جنگ زندگی و یه روزای راحت‌تره، یه روزای سخت‌تره. ولی واقعیتش اینه که بیشتر وقتا با اینکه خیلی هم سخت به نظرم همه چیز میاد، یه چیزی توی دلم هست که احساس خیلی قوی به میده که حالمو خوب میکنه، اینه که هر دفعه میخورم زمین یه جوری پا میشم، یه جوری خودم رو جمع میکنم و این حس پا شدن توی هممون هست، این will to survive، این اراده ای انسان که زنده بمونه و به جنگ برای زندگی. این خیلی چیزی برای من جذاب و جالبه و برام سواله که چرا اینطوریه، که چرا وا نمیدیم، چرا تو لحظه آخری که میتونیم بجنگیم. البته بعضی دوستان هم میگن، پیغام گذاشته بودن که آقا باید واقعا بجنگیم تو لحظه آخر براش یا نه. اونو دوستان هم حالا با اتان دوستان هم یه مهمونم نه با کی باشه، یه مهمونم با آدمی باشه که سرطان داره و با سرطان داره چجوری سر و کله میزنه، کسی که میدونه که چند پیچ اونورتر آخر داستان براش. و میخوام بدونم طرز فکر اینجور آدم ها چجوریه، برخوردشون. چون من اصولا وقتی اینجور آدم ها رو دیدم، حالا شاید من ورژن هالیوودیش بریکینگ بد و والتر وایتی که از اونور میگه دیگه رها میکنه و میره مث دیلر میشه و یه امپایر میسازه، ولی فکر میکنم سبکتر و راحتترش اینه که آدم ها خیلی به خودشون میان که یه مدت محدودی دارن و باید دیگه همون کاری که تو دلشون سرانو بکنن. حالا نمیدونم، من که ندارم، ولی از دوروبرم و دوستایی که تا الان داشتن و از دست دادم، یه چیز یه فکری اومد تو سرم، چی میخواستم بگم الان؟ بذاری قلاب بخورم تو بینم یادم میاد یا نه. نه یادم نمیاد، ولی باز برام پیغام بفرستیم بچه ها. حالا فکر میکنم بیدار هدفمندتر باید باشه بگم مثلا فلان برنامه خوام در مورد این حرف بزنم، به نظرتون چیه؟ میگم صد بار گفتم کلن آزمون خطا این برنامه تا سر در بیاریم به کدوم سمتی خواهیم رفت. تو راه اینجا اتفاقاً داشتم میومدم، جالب بود، سواری اوبری شدم و رانندم یه آقای عربی بود، خیلی همسن سال خودم بود، فکر کنم 30-40 سالش بود. بعد داشت ازم میپرسید که زن داری یا نه، گفتم نه زن ندارم و میگه وای وقتی که زن بگیری بهترین اتفاق زندگیته. و از این فکر کنم چه قشنگ و چه شیرین، ما هنوز انقدر خوششانس نبودیم که زنگی رو اون بیاد. تونم که منو اصلا حاضر بگیره با این وضعیت. ولی آدم خیلی مهربون و خیلی با ادب و تراتمیزی بود، ولی برام خیلی جالب بود که چجوری در مورد زن حرف میزد و داشت تشبیهش میداد به یه خونه و که باید فاوندیشن قوی داشته باشه و باید آنست باشه و کلن این فاز خیلی سنتی مرد سالاری زن نمیدونم ورژن تراتمیز فرشته که فقط عاشق تو باشه صبح تا شب
و خیلی تلخه این برداشته این مردای اینجوری که اصلا زن و بابانی آبجکت میبینن که فقط باید در سرویس اونا باشن و این کهن فکری و این عقب افتادگی ذهنی که وجود داره در مورد بحث زن توی جامعه حالا خاورمیانه چون جاهای دیگه هم دنیا هم هستش، ولی خب از تجربه خودم تو ایران دیدم خیلی واقعا وحشتناکه که هنوز تو سال 2020 با زن اینجوری رفتار میشه. ولی من خودم همیشه احساس میکنم که تا اونجایی که تونستم تو خصوص خانواده‌ای که بزرگ شدم، چون مامبای من آدمای خیلی سنتی نبودن و مذهبی نبودن، این تو خانواده ما همیشه یه برخورد ریلکس و راحتی بود در مورد همه چیز، چه سکس، چه دراگز، چه برای همون همینجوری همونجوری که اشاره کرده بودم، هر چیز زودتر با بچه‌هاتون در مورد این چیزا حرف بزنید اونا هم اوپن تر میشن و راحت تر باش برخورد کنن به جای اینکه به یه عقده تبدیل بشه و این عقده هر چی بزرگتر و بدتر میشه به یه چیز خیلی وحشتناکتر و خشنتر تبدیل میشه و این میشه این آدمایی که الان توی زندانای ایران این بچه سربازایی که دارن همه رو کتک میزنن و تجاوز میکنن، اصلا با چه شستشوی مغزی شده باشن این آدم ها. یعنی اصلا تصورم برام خیلی سخت که چجور شب میرن خونه میخوابن سرشون رو بالش میزنن به زن و بچه خودشون چی میگن. میدونی من دقیقا توی لیریکس فیری تیلز یا قدیمی هایپرنوا میگم don't you know the more you push the more she runs. یعنی تو هر چی سخت‌تر بگیری رو بچه تو بیشتر بهش فشار بیاری، من نمیگم اصلا شل کنی یا ولنگو بود هر کاری خواستم، نه منظور که ولی دیگه زیادی هم اوور پروتکتیو و زیادی سخت باشی بچه‌ت 100% در جهت مخالف خواهد رفت. نمونه مثالش برای من انقدر زیاد بوده تو زندگی ما، یکی دوستام یه دختره باباش خودش تایه خلافکار بود، همه کار میکرد، همه جور مواد میزد، مشروب میخورد، دختر بازی میکرد، بعد سر دختر خودش انقدر حساس بود، همیشه منطقش میگفت من مردا رو میشناسم، چه آدمای لشیم، برای همین هیچ وقت نمیذارم دخترم مثلا بره بیرون خونه. خب طبیعتا اون دختره هر شب یواشکی پنجرهش میپرید بیرون میرفت تو شهر دیگه، هزار تا شیطنت و فلان. من فکر میکنم خیلی هم براشون اینجوری بوده تو ایران، یعنی دور از ذهن نیستش. میدونی من فکر میکنم که هرچی به آدم فشار بیشتر بیاد و بیشتر به زور بگه طبیعتا از اون ورش میزنه بیرون و کاملا جهت مخالف میره. ولی آره خلاصه آقای راننده میگفتش که زن مثل خونه است، که واقعا احمقانه ترین حرفی بود که تو عمرم شنیدم. خیلی از بچه هم دوست داشتن در مورد رابطه هام حرف بزنم، در مورد عشق، در مورد بریک آپ، چه میدونم، در مورد سکس. در مورد بریک آپ میتونم اینو بگم که خودم یه حالت خیلی مازوخیستی دارم، یعنی هر دفعه قلبم میشکنه اصلا کلی حال میکنم. دلیلش هم توضیح میدم، چون نینی همه رابطه ها با یه حالت خیلی هانیمونی شروع میشه و همه عاشق هم دیگن، تو کف هم دیگن، بعد یه دوره طبیعتا آروم میشه همه چی و اون عشق خیلی سخت آتیشش زنده میمونه. من که میگم خیلی به نظر من یه هوش و چالنج و انرژی و فکر درست میخواد که اون آتش رو آدم زنده نگه داره، خیلی اوپن مایندنس میخواد. یه چیزی هم که با دمورش هم حرف بزنم در آینده، من میدم رو اوپن ریلیشنشپ و این چیز هم هست. ولی وقتی عاشق یکی هم و قلبم میشکنه واقعا انقدر احساس زنده بودن میکنم که بعد بهم اینقدر انگیزه میده، خیلی کلیشه است ولی میرم میدونی خودم رو دپتر میکنم و آهنگ مینویسم و چه میدونم غرق میکنم خودم رو تو مشروب و تو یه فاز یه دنیای خیلی خیلی رومانتیک مسخره. البته هرچی پیرتر میشه آدم میذاره بیخیالتر میشه، راحتتر میشه دیگه. این اون حسه اونم مثل یه دراگه، عاشق شدن و بریک آف کردن هم مثل یه دراگه واقعا، که هرچی پیرتر میشه اونم از بین میره دیگه. هر از که فقط حوث میکنی یه سکس خوب داشته باشی با یه کسی که ارتباط نیمچه ارتباطی داشته باشی، یه ذره بچه مشترک دیگه وقت باشه، خیلی بده که آدم چیزشو میاره پایین، خیلی استاندارداشو.
حتی پایین پایینم نه، اونجوری فکر نکنید. ولی منظور من اینه که آدم چه میدونم، خود من مثلا اینجوری فکر میکنم که وای مثلا ما 2-3 سال طول کشید عاشق شدیم و تو رابطه رفتیم و همه اینساید جوکت خودمون رو داشتیم و اصطلاحات خودمون و اصلا ساید طرف بد خودمون و پولاروید پیکچرهای خودمون و بعد دیگه همین رو نیستش و رفتش و حالا کی حال داره از اول با یکی دیگه بسازه. ولی خب هر دفعه با یکی دیگه میسازی یه زیبایی دیگه خودش هم داره و اون خیلی حال میده. و همین الان داشتم میگم مثلا ما اصلا احتمالش خیلی زیاده یکی رو ببینم دوباره عاشق شم و دیوونه شم و برم مثلا کاملا توی فاز دیگه. ولی مثلا بچه‌هایی که برام مسیج فرستادن خب خیلیشون خیلی جوان بودن و مثلا داشتن از بریک اپش میگفتن چقدر سخت بود و از این طرف خب خندم میگرفت بخاطر میگفتم بابا بی خیال اونقدر بچه‌ای هنوز تو 15 16 17 سال تا بریک اپ اصلا یعنی اونقدر مهم نیست. ولی خیلی توی سخت‌تری تو زندگیت خواهی داشت. ولی تو اون لحظه واقعا اون بچه تو اون تجربه واقعا دردی که میکشه از اون جدایی واقعا در حد یه مرگ میتونه باشه. برام رو درک میکنم، میفهمم که واقعا چقدر سخت میتونه باشه. ولی یه پروسه طبیعیه و نباید روش ابسس کرد. و من همیشه میگم واقعا اگر عاشق کسی هستی just have to let them go. یعنی بزرگترین کلیشه هاست. عجیبه یه دلیل هست که همین کلیشه ها کلیشن ها، چون واقعا they're true. و آدم واقعا باید رها کنه اونی که عاشقه، چون هر چقدر تو حسودتر بشی یا پروتکتیو تر بشی بدتر این کشتی شروع میکنه غرق شدن. و گارانتی هم نیستش که اگر از منم شل کنی و مثلا لیت گو کنی هم چیزی درست بشه. ولی حتی تو دل خودت احساس خیلی بهتری خواهی کرد تا اینکه اون آدم متوهم حسود بد اخلاق کوچیک باشی. من که هر دفعه زدیم حسود بازی در بودم واقعا از خودم خجالت کشیدم بعدش، اصلا باورم نمیشد، بودم وای رام اصلا در شأن تو نیست این چیزا. ولی پیش میاد دیگه، برای همه اون پیش میاد. حالا بعد هم میتونیم یه اپیزود کاملتر در مورد بریک اپ و عشق و عاشقی حرف بزنیم. بذار یه شات از بربن هم بزنم. صداها رو میشنویدیم پشت؟ فکر میکنم کثیف‌ترین پادکست دنیا رو دارم باشه. یادم افتاد میخواستم یه چیزی تعریف کنم وقتی داشتم جلوتر در مورد داستانه مواد اینو تعریف میکردم که تشویق نشین و اون دیگه به خود آدم ها ربط داره، اون خودشون اون جرنی خودشونه. برای من یکی از جالب ترین چیزا در این مورد یه سری این برابکس حزب‌اللهی تهران بچه پولدار آشنا شدن. من هیچ وقت تو اکیپ اینجور آدم ها نبودم تو عمرم واقعیتش، ولی وقتی برگشتم ایران اون 4 سال آخر کنجکاو بودم که این اینایی که تو اینستاگرام عکس میگرفتن دوست دختراشون رو استخر و فلان و همه چی لختی پختی، بعد یه وسطش عکس امام جونم فدات آقا نمیدونم فلان پشمام میریخ. میگفتم این تضاد انقدر عجیبه برام، اینا کیان هستن اصلا؟ خلاصه از طریق همینجای شانسی آشنا شدم با چند تا از این بچه ها. طرفدار موزیک من بودن ظاهرا و یکیشون بود خیلی آدم بامزه و خلوچلی بود و خندم میگیره اصلا یادش میفتم بخاطر این که یه آدم این بود که اصلا از این دمپای لاانگوش کثیف در بود داغونا پاش بود صبح تا شب، اصلا نمیدونست گالری چیه رستوران چیه. الان صاحب یه عالمه رستوران و گالری و اینا رو فکر کنم اسمشو نمیگم بند خدا برای اینکه آبروش بره. ولی این آدم من قشنگ یادم خب آدمی بود از خانواده های کانکتد به دولت بود و وصل به دولت
از این طرف با ما ولی خیلی ارتباط برقرار میکرد، سعی میکرد که با ما ها احساس نزدیکی بکنه و همش خودش رو جا میکرد تو پارتی های ما و اکیپ های ما، حتی در این حد که ما مثلا رفته بودیم برزیل برگشتیم با خودش یه عالمه کوکائین آورد فرودگاه، من پشمام ریخته بود، اصلا تخمشم نبود، بالاخره وصف بود و اصلا نگران نبود. بعد مثلا میرفتیم پارتی اینا، اولا این دخترها نمیدونم من کجا میبودم، مثلا من خب من توی قشرهای مختلفی واقعا دختربازی کردم زنیم، ولی این جور دختره که توی مهمونی حزب اللهی پول داره میومدن که همم انگار توی فاکتوری اومده بودن بیرون، دماغ و لنز و گونه های عملیه کپی به اصل، همه شبیه همدیگه، انگار یه کارخونه درش رو باز کن فرد همینجوری بده بیرون، اصلا آدم پشماش میریخت. بس من حتی در حد سلام هم نمیتونستم به این آدم بگم، من آدمی که اعتماد به نفسم خیلی بالا، اصولا تو دختربازی مشکلی ندارم، ولی با اینا اصلا نمیدونستم چجوری ارتباط برقرار کنم، واقعا برام عجیب بود. خلاصه تو مهمونه اینا که میرفتم چند دفعه مثلا خیلی بامزه بود، همه جور دراگ میزدن، جوینت میزدن، کوک میزدن، ولی یک قطره مشروب نبود تو مهمونیشون، یک قطره، باورتون میشه؟ بعد اتاق داشتن هم دیگر رو میکردن و نمیدونم وضعیتی بود، یعنی همه جور فحاشی و خلاف و فلان ولی بدون مشروب، چون ظاهرن قرآن، من نخوندم قرآن رو نمیدونم، مشروب مثل اینکه خیلی گناه بزرگیه. خلاصه کل شب اینا پارتی میکردن سنگین. آها اینم بگم خیلی خنده‌دار، موقعی که عاشورا تا صبح بود و حسین پارتی اینا زیاد بود، اینا همیشه میگفت دوستم که مغازه آرایش فروشی داشت، میگفت بیشترین وقت ساله که لوازم آرایش فروش میره تو ایران، دخرا همچی خودشونو درست میکردن و میرفتن وسط این پسرا. نمیدونم اصلا فرهنگ ما کجا لفت ترن کرد که اصلا به این وضع اومد، خیلی برام عجیبه. و میگم من خودشون صد بار گفتم طرفدار مذهب نیستم، ولی کسی که اعتقاد داره بهش احترام میذارم، شاید بعضی با این روش مخالف باشن، ولی آدم مؤمن خوبم واقعا وجود داره، حالا شاید احمقانه باشه افکارش سریش، ولی آدم خوب مؤمنم زیاده تو دنیا، اونا هم فقط دارن سعی میکنن این داستان سنتی و مدرن خودشون یه جوری تطبیق بدن و سروایو کنن تو دنیای امروزی. خلاصه بعد از یه شب پارتی سنگین با این بچه حزب الله، آخر شب میومد در گوشم این دوستم، میدونی بهم چی میگفت؟ میگفت رام هر کاری که میکنی تو زندگیت حسین رو تو قلبت داشته باش. گفتم چی؟ گفت حسین. گفت امام حسین رو همیشه تو قلبت داشته باش. منو بگو. حالا من همون لحظه های و اینا میخواستم بهش برگرم بگم دود ما الان هر خلافی بود کردیم، هر دختری بود فلان، بعد آخرش یه فقط قلبمون اصلا مغزم داشت سوت میکشید. اصلا یادش میافتم و واقعا تو جاهای خودم رو قرار دادم. بخاطر رفتیم بعد از این دسته هاشون و اینا، دسته از کجاست که میرن من خیلی خوب بلد نیستم، عزاداری میکنن و سینه زنی، بعد اون وسط لخ میشدن همه همدیگر رو میزدن و سینه و گریه و زاری، و منم سرمو گرفتم پایین، هی داشتم جلوی خنده ها میگرفتم، تو اون حالی که بفهم من دارم این وسط میخندم، افکر دارم منم گریه میکنم، کدومی که میبینه من دارم میخندم این وسط، تو یه مش مرد پشمالو گنده میدن سینه هاشون رو با هم میزدن و شخ 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 کتک، و خیلی سورئال بود برام واقعا. حالا متنم الان یه سری شنونده میگن آقا بی احترامی نکنید، از لحاظ انتروپولوژیکال این فرهنگ و سنت برمیگرده به فلان جا و اینا، منم واقعا میگم قصد بی احترامی نیست، فقط برای منی که یه بچه خارجی بودم که نایده بودم همچین صحنه ای، برام خیلی واقعا خنده دار بود، یعنی خیلی انسنتلی. ولی از این چیزا دیگه زیاده تو ایران، خودتون میدونید دیگه، داستانهای سیغه و اینایی که اتفاق میفته توی مشهد و قوم و جای دیگه، خود اون اصلا یه چه بیزنسیه. خب مثل همیشه بحثم داره همینجوری کج میشه توی دنیای عجیب غریب. بذار قلوب بخورم بعد برگردم به فکرام.
برام همچنان بفرستی پیشنهاداتتون بچه ها به همون لینک هایی که میذارم. امیدوارم هرچی زودتر یه مهمون بیارم تو برنامه و ببینیم که چه کثافت کاری میشه. خودم الان توی برهه‌ای از زندگیم که نمیدونم، شاید برم خودم اصلا بستری کنم یه چند هفته، یه ذره دور بشم از همه چیز، بعد دوباره بیام ضبط کنم بقیه اپیزودا رو. خیلی عجیبه. اولش راستش بخواین من یه قصدی داشتم که بیام 20 تا اپیزود بدم و آخرش هم خودم بکشم. نمیدونم، خیلی تینیجری و احمقانه است این حرف، ولی یکی هم میتونم به این پیغام بزنم که واقعا رام هدفت همین چیزی یک پشمام ریخ کنم و اینقدر تابلو، وقتی من اینقدر تابلوه دیگه بیخیال شدم، چون خیلی لوسه این حرکت. حتی تخمشم نخواهم داشت واقعیتش، چون چند دفعه سعی کردم چه خواهد نرستم تا تهش برم، چون زیادی عاشق برادر و مامانم هم که بخوام اونا رو ول کنم بذارم توی موقعیت سخت اینجوری. ولی کلن این داستانا و این پادکست دقیقا دوست دارم همین حس رو که همه تون میگین داشته باشه، که انگار یه سری برابکس دور هم جمع شدیم و داریم با هم یه گپی میزنیم و میگیم و تعریف میکنیم از خاطرهامون. من نمیدونم دیگه ایران رام بدن حالا، ولی واقعا برای یه سری چیزاش خیلی دلم تنگ میشه، به خصوص طبیعتش، طبیعتگردی که ما تو ایران میکردیم و ادونچرهایی که توی کمپینگ همون داشتیم خودش اصلا یه دنیایی بوده. جزیره هنگام با دلفینا، چه میدونم تو کویر بزرگ سمت کرمان چی بود اسمش، الان یادم نمیاد، که پر مینه و ایناست، اونجا رفته بودیم چه کیفی میکردیم. تو جنگلای آستارا تو شمال ایران خیلی جاها رفتم، خیلی جاها، و کلی اتهام فیلمای باحال ازش دارم. حالا همه اینا رو یه روز اگه کنگو شدی نکنم ادیت میکنم، جمع میکنم. من فکر نمیکنم هیچ کسی تو ایران به اندازه خانواده ما آرشیو فیلم داشته باشه. این از روزی که به دنیا اومدم مامانم دوربین دستش بوده یا عکس گرفته یا فیلم، و خیلی عجیبه که این همه فوتج داریم. و خنده‌دارتر اینه که همه این فوتج‌ها دست آقایون سپاه هم هستش و اونا دارن اینا رو نگاه میکنن هر روز و میگن چقدر خانواده خوشبختی بودن. به این خارشون رو بگاهیم، چون مطمئنم یعنی همه اون فیلم هایی که توی 20 و 30 و جای دیگه از ما ساختن از فیلم های سفرهای خودمون استفاده کردن و موزیک ترسناک Requiem for a Dream و این چیز رو روش گذاشتن که انگار تبلیغ منفی برلی ما بکنن. مردم البته باور نمی کنن بیشتر این حرف رو، ولی متاسفانه انقدر تئوری توطئه وجود داره تو جامعه ما، واقعا سخته برای مردم ساده ترین جواب رو باور کردن. از اون داستان واقعا بیشتر این چیزی که کنم می سوزه اینه که بابام کل زندگیش به ایران خدمت کرد، سربازی رفت جبهه، ترکش خورد، بردنش بیمارستان، نهانم به محیط زیست کمک کرد، استاد دانشگاه بود، تو افغانستان هم حتی رفت درس داد، کتاب نوشت، ترجمه کرد، کلی دانشجو انسپایر کرد. واقعا یه آدم حسابی به تمام معنا که فقط عشقش به وطنش و زمینش بود و جوابی که آخرش گرفت اینطور بود. این موضوع خیلی قلبم میشکنه، یعنی نمیتونست سرنوشت از این تلختر باشه برای پدر من. ولی این روزا دیگه من یاد گرفتم که زندگی کنم بدون وجودش و اینکه تا اونجایی که میتونم راهش رو ادامه بدم. و یکی از اخلاقی باحالی که بابای من داشت این بود که با همه جور قشر آدم ارتباط برقرار میکرد، چه فقیر، چه پولدار، چه دهاتی، چه نمیدونم اشرافی، هرچی فرقی نمیکرد، همه آدم ها دوستش داشتن و برای همه انسان ها احترام قائل بود. یه چیزی که من خیلی براش بیشتر دارم تلاش میکنم هر روز. ولی میدونی بابام وقتی با یکی میشه حرف میزد، چه مخالفش بود از لحاظ
فلسفی یا سیاسی یا مذهبی یا هر چیز دیگه ای، این کاملا اول اون آدم به عنوان انسان میدید، نه زن، نه مرد، نه بچه، اونو به عنوان انسان میدید و باید مثل انسان باش برخورد میکرد. و خیلی قشنگه که آدم بتونه به اونجا برسه وقتی داره با یکی حرف میزنه، تمام این تبعیضایی که ما قائل میشیم، این پری ججمنت هایی که میکنیم قبل از که ببینیم رنگ موش اینه یا خیابش اینه یا به نظر پولدار میاد یا فقیر میاد یا باهوشه یا نه، و قبل از که هیچ کدوم از این قضاوتات تو ذهنمون بگذره، اول بگیم طرف انسانه و بعد باش صحبت بکنه. خیلی تاثیرگذاره. یعنی توی بودایا همیشه میگم بزرگترین بی احترامی که به یک انسان میتونیم بکنی اینه که اکنالجش نکنی، یعنی اون آدمو به روی خودت نیاری، یعنی وجودیتشو به روی خودت نیاری، یعنی یکی به دست بده اصلا چه شاد نگاه نکنه و انگار وجود نداری. ولی وقتی با همه با مثل انسان برخورد میکنی، خیلی تأثیر رابطه فرق میکنه. یه قلوب دیگه بخورم از این بربن. اون قرص هایی که خوردم خیلی ملنگم کردن، اصلا نمیدونم دارم چی میگم. این اپیزود فکر کنم افتضاحه، ولی تخمم، چون قرار نیستش که هر اپیزود پر از ماجرا و داستان های عجیب غریب باشه. ولی حال میکنم، میشینم توی فرودگاه منتظر یه شروع تازه. هزار بار اینو گفتم تو همه داستانم، ولی به من یه احساس پاکی میده که میتونم یه جایی برم با یه اسم جدید، یه سلیت جدید، یه زندگی جدیدی شروع کنم و همه گناه قبلیم همه پاک میشن. بر همین نگاه فرودگاه رو دوست دارم. فکر میکنم خوبه که این اپیزود با آهنگ وقت رفتن تموم کنم. آخرین آهنگی بود که تو ایران نوشتم برای تئاتر رام شدگی. یادتون اون تئاتر رو نمیدونم کدومتون دیدین، ولی توی اون تئاتر کلی در مورد همین چیزا هم حرف میزدم. یه جاشم در مورد اینکه عاشق میشدم میگفتم 26 سالم بود عاشق شدم، 27 سالم بود عاشق شدم، 28 سالم بود عاشق شدم و الی آخر همینطور عاشق می شدم. و وقتی به پایان می رسید و این آهنگ رو می خوندم، وانی احساس کاملی می کردم. و چقدر سرنوشت عجیبه که آخرین آهنگی که تو زندگیم تو ایران نوشتم مضمونش در مورد در رفتن از وطنت و آخرین آهنگم بود که پدرم از من شنید. آخرین شو اومده بود و اون جلو نشسته بود و با افتخار داشت بهم نگاه میکرد و گوش میکرد و من داشتم میخوندم. یه روز خیلی زود، من و تو و کمی پول، منتظر پرواز بعدی، منتظر کمی نور. انگار یه جایی توی ساب کانشس هم میدونستم داره چه اتفاقی میفته. خلاصه دیگه من برم کم کم، نمیدونم چند وقت دارم فکر میذارم و ببخشید اگه این اپیزود یه ذره داون و تخمی بود. کلا نمیدونم فازم چی بود، قرصا بود یا چیز دیگه ای. ولی دمتون گرم که هستین و برام لطفا بفرستین پیغاماتونو، مسیجاتونو، نظراتونو، خیلی کمک میکنه. و شیر کنید که دیگرانم بشنون، چون هرچی بزرگتر بشه این پادکست امکانات بیشتری برای من فراهم میشه که بهتر و بهترش بکنم. دمتون گرم بچه ها، خیلی چاکس. یه روز خیلی زود، من و تو کمی پول، منتظر پرواز بعدی، منتظر کمی نور.
بدون هیچ خدا حافظی، بدون هیچ یادگاری، با آرزوی گم شدن توی عرف، با آرزوی گم شدن توی عرف. اصا و اساسی همونو فروختیم، در پارکینگ رو باز گذاشتیم، یه جبه عکسای بچگی سر کوچه با میز و صندلی، خاطره های من و تو دارم میپوسم، دارم میریزم، منم چشامو میبندم که همشو فراموش کنم. توی اخبار میگن هوا همیشه خوبه، خونه ها هیچ وقت مخروبه نمیشن، توی تاریکی مطلق ستاره ها پر نورتر میشن، دیگه هیچ سر و صدا علی. باز چشم باز میشن، صداهای توی سرم خفه نمیشن، دیگه هیچ کسی نمونده دردای منو باور کنه، دکتر به من میگه که فرقی نمیکنه کجا بری، صداها وقتی میرن که بهشون گوش کنی. توی اخبار میگن هوا همیشه خوبه، خونه ها هیچ وقت مخروبه نمیشن، توی تاریکی مطلق ستاره ها پر نورتر میشن، دیگه هیچ سر و صدا. گم میشیم ما با هم تو شلوغی این شهر، عکس میشیم ما با هم تو خبرهای بیشتر.